درود به شما مخاطبین عزیز با بخش خبرهای این ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم در حالی که یک هفته مانده بود به ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری 1400 شورای نگهبان مصوبه ای را در مورد شرایط نامزدهای ریاست جمهوری ابلاغ کرد این در شرایطی است که شورای نگهبان در برابر مطالبات گسترده برای نامزدی زنان موضع دارد اما به یک باره شرایط نامزدی را چنان تنگ کرد که برای مثال سن نامزد را به چهل تا ۷۵ سال و تحصیلات او را به دارا بودن کارشناسی ارشد یا معادل آن و عدم حضور در جنبش سبز و غیره محدود کرد با این اقدام شورای نگهبان که وظیفهاش سیانت از مصوبات مجلس است خود ناقص قانون اساسی گردید چرا که قانونگذاری وظیفه مجلس است نه شورای نگهبان به عبارت دیگر نهادی که باید زامن قانون اساسی باشد به ناقض آن تبدیل شده است وانگهی اگر این شورا برای مصوبه خود توجیه حقوقی دارد چرا در آستانه ثبت نام انتخابات مبادرت به وضع این قانون نمود اما صرف نظر از اینکه این, که این مصوبه شورای نگهبان دایره نامزدها را بسیار تنگ کرده دلیل این اقدام چیست پاسخ نخست این است که شورای نگهبان با این مصوبه به دنبال فروکاستن انبوه نامزدهایی است که محتملا درد سرساز می شوند. اما مدعای این یادداشت این است که این مصوبه پیش از آن که بخواهد دایره نامزدها را به خودی ها فرو بکاهد نگران انتقال رهبری به نفر بعدی در هشت سال پیش روست. علی خامنه ای متولد تیر 1318 اینک 82 ساله است. او در سال 94 برای جراحی پرساد بستری شده بود در حالی که جمهوری اسلامی می بیماری او را پنهان دارد برخلاف معمول موضوع بستری شدن او را علنی ساخت روشن است که با همان خبر موضوع جانشین او به مرکز توجهات تبدیل شد به ویژه اینکه گاه غیبت دو سه ماهه او شایعات را درباره درگذشتش چندین بار دامن زده است از سوی دیگر با فرض اینکه منتخب ریاست جمهوری برای هشت سال ساکن خیابان پاستور خواهد شد عمر خامنهای تا آن هنگام سال خواهد بود تا آن زمان احتمال فوت او یا کسالتی که منتهی به کار از افتادگی او گردد قوت مییابد در چنین شرایطی نقش رئیس جمهور برای انتقال آرام قدرت نقش موثری است فرض بگیریم فردی همچون محمود احمدی نژاد که اینک از او به عنوان فرقه انحرافی نام برده می شود در مقام ریاست جمهوری باشد با نگاهی که او به قدرت دارد پروازه است که انتقال قدرت به جانشین خامنهای چندان آسان نخواهد بود همچنین اگر نامزدی با گرایش اصلاح طلبانه در رأس قوه مجریه باشد عینا میتواند انتقال قدرت را به ویژه اگر جانشین بعدی مشتبا خامنهای باشد با چالش روبرو سازد اینکه شورای نگهبان در این دوره چنین تعیین نظرانه و آن هم در آستانه ثبت نام به تصویب چنین قانون بحث برانگیزی مبادرت کرد و مطلقا مورد اعتراض رهبر جمهوری اسلامی نیز قرار نگرفت این گمان را قوت میبخشد که در این دور از انتخابات ریاست جمهوری مسئله صرفا آسودگی خاطر حاکمیت از یک کارگزار ارشد و مطی نیست بلکه نیم نگاهی به مسئله انتقال قدرت به رهبر بعدی مسئله اصلی است از یاد نماید بود که در انتخاب رهبر سوم جمهوری اسلامی افراد با همچون اکبر هاشمی رفسنجانی و احمد خمینی حضور ندارند که با نقد یک روایت راه را برای به قدرت رسیدن رهبر بعدی هموار کنند در شرایط سخت و ملتهب اقتصادی و اجتماعی و منازعاتی که جمهوری اسلامی با جهان پیرامون دارد مسئله انتقال آرام قدرت به فردی که با علی خامنه زاویه نداشته باشد قطعا در اولویت است در این فرض تشکیل شورای رهبری که در قانون اساسی 58 مورد تایید قرار گرفته بود اگر دوباره مطرح کردد، راه را برای جانشین تک نفره مورد تایید خامنه ای دشوار خواهد ساخت از آقای دیگر از یاد نباید برد که به رغم همه جایگاهی که جمهوری اسلامی برای خمینی قائل بود عملا در دوران رهبری خامنی روند خمینی زودایی به تحقق پیوست تا آنجا که نوه او حسن خمینی رد صلاحیت شد و بسیاری اطرافیان او به حاشیه رانده شدند خامنه ای به خوبی واقف است که اگر نتواند مسئله انتقال قدرت به جانشین برگزیده خود را هدایت کنند عینا همان وضعیت درباره فرزندان و اطرافیان او رخ خواهد داد روز سهشنبه 21 اردیبهشت منوشهر متکی سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان اعلام کرد که آمدن رئیسی قطعی شد بیشتر از او در همان روز سهشنبه 21 اردیبهشت اسماعیلی سخنگوی قضایی یک مصاحبه مطبوعاتی برگزار کرد این مصاحبه مطبوعاتی دو بخش داشت در حقیقت یک بخش آن به اطلاع های معمول در مورد پرونده های مطرح روز بود از جمله 1020 تن در ارتباط با پرونده فایل صوتی ظریف اما بخش دیگری از این مصاحبه مطبوعاتی به ارائه بیلانی از عملکردهای رئیس قوه قضایی پرداخت غلام حسین اسماعیلی از بررسی پرونده هزار قاضی خبر داد و اینکه برخی قضات متخلف معرفی شدند اما مهمترین بیلانی که برای رئیسی اعلام کرد دستگیری بیش از تن از کارکنان متخلف نهاد غزایی. و تعدادی از سردفتران اسناد رسمی بود او در کنار این از دستگیری بیش از 161 وکیل و کارشناس خبر داد وی همچنین مدعی شد که حفاظت اطلاعات قوه قضایی نیز 237 نفر از همکاران کارچاقکن را شناسایی کرده است او همچنین در این مصاحبه مطبوعاتی با ارائه سیاهی بلندبالایی از خدمات وی در مبارزه با فساد از پرونده شرکت نیشکر هفتپه تا راهاندازی کار شرکت تولیدی تلاش کرد یک سابقه قابل قبول از جلاد 67 ارائه دهد این در حال است که پرونده های بیشمار فساد در ارگان های حکومتی نشان از آن دارد که نه تنها اراده برای مبارزه با فساد در ارکان تحت فرمان خامنه ای وجود ندارد بلکه خود قوه قضایی رئیسی یکی از این کانون های فساد است به از آن خود کارگزاران حکومت آنچه که تحت عنوان مبارزه با فساد در دستور کار قضایی رئیسی است تنها شامل مدیران میانی است و به ندرت دانه های بالای حکومت را شامل می شود. اعلام غیر رسمی کاندیداتوری رئیسی همزمان با بیلان ضد فساد برای او با یک اتفاق دیگر همزمان شد. خامنه نیز در یک سخنرانی آنلاین با دانشجویان بسیجی بار دیگر خواستار روی کار آمدن یک دولت انقلابی عدالتخواه و ضد فساد شد. عباراتی که این کلمات آن در معرفی او توسط طرفدارانش برجسته شده است. از این رو باید اذعان کرد که آمدن رئیسی جلاد 67 قطعا با تایید و همراهی خامنه ای بود است انتخابات هم صرفا نمایشی بی ارزش برای خامنه ای برای یک دست کردن قدرت خود در آستانه بحران های بزرگ در راه است دهنوی نماینده مجلس گفته در سفر استانی دولت به مشهد از دفتر رئیس جمهور زنگ زدند و پتو و تشک برند لایکو برای روحانی سفارش دادند مسئولین استان گفتند چنان توشک را در شهر پیدا نکردیم از تهران خریدیم و با هواپیما آوردیم تا رئیس جمهور استفاده کند این حرف درست است در تمام سفرهای روحانی در دولت اولش از نزدیک شاهد این مسائل بودیم قبلا از ایشان هم با جزئیات در مورد همین توشک و موارد دیگر گفتیم برای هر سه چهار استراحت زور در هر سفر یک روزه هم یک توشک نو می و بعدا معلوم نبود چه میشود. برای هر توشک هم حداقل 60 میلیون فاکتور میکردند آب هم فقط برند آکووافینا در جلسات و در خلوت برندهای آب خارجی وارداتی خاص از کوههای سوئیس برای روحانی تهیه در درگیری سگان هار جمهوری اسلامی در بالاترین سطوح این جماعت فرهنگ برای دهه ها بر جان و مال آینده ایرانیان حاکم هستند و برای مردم تصمیم میگیرند درگیری کفدار احمدی نژاد با دیگر کفداران امنیتی جمهوری اسلامی در وزارت کشور دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم تا بخش بعدی خدا نگهدار